پرده اول. نوری از عمق صحنه میتابد. در یک سمت سردر یک کتاب فروشی به صورت دوبر دیده میشود که ضلع دیگرش به خیابانی عمودی متصل است. روی تابلوی آن نوشته کتاب فروشی شکسپیر و شرکا. سمت دیگر صحنه یک سکوی یادبود قرار دارد. گاهی صداهای مهیبی به گوش میرسد که فضای شهر اشغال شده را تداعی میکند. عبور هواپیماهای قدیمی جنگی، تیراندازی‌های پراکنده، صداهای گنگ، همهمه و اعتراض مردم، سرودهای دست جمعی بر ضد اشغالگران در مقاطعی از روند نمایش از دور شنیده می‌شود. سیلویا در محوطه کتاب فروشی در حال جستجوی چیزی است و در لابلای کتاب‌ها و زاویه‌های پیرامون مغازه به دنبال آن می‌گردد. همه ی وجودم شده انتظار. مشغول اومدن یه نفر شدم که تو این سالها نیومد. این سوز کهنه درونم دو سالی هستش که با جنگ خانمان سوزی که در بیرون همراه شد. ساعتها دعا میکنم شاید صبح قشنگی از راه برسه که همه کی از این وضع خلاص بشیم. تا همین امشبشم خیلی سخت تونستم اینجا بمونم. روزا و شبایی پردردی رو پشت سر گذاشتم. نمیدونم تا کی این وضع ادامه داره. تا کی اینا میخوان هر کاری که دلشون خواست بکنن. اشغالگرها، متجاوزا، تا کی اینجا موندنی هم؟ دیگه هیچ چیزی برام قطعی نیست. داوری های امروز باطله. چون آدم هایی با صلاحیت دیگه نیستن. توی این شهر بیشاهد دل همه خونه. بسیل بیا موندنم اینجا مصیبتی شده. من با این اوضاع بلا تکلیف باید بازم اینجا بمونم یا دیگه باید بذارم برم؟ طاقتم تاق شده. موندن یا رفتن؟ آسیل بیا کدوم رو میخوای انتخاب کنی؟ اینم که الان اصلا پیداش نمیشه. اصلا نمیدونم کجا گذاشتمش. هرچی تاریکتر میشه پیدا کردنش سخت‌تر میشه. اون چیزی که الان لازمش داری سر جاش نیست. برو خدا کار ما رو برانداز کن. چیزای خرد و ریز و کوچولو هم واسه آدم بازی در میارن. برای خودشون شخصیتی وزین شدن. یه زمانی پیداشون میشه که دیگه کار از کار گذشته. و یهو یهو اون گوشه موشه ها میبینیشون. کجا بودین تا حالا؟ خب معلومه سیلویا، یه جای کاملا احمقانه که فکرش هم نمی کنی. بعد موقعی قایم میشید، بعد موقعی هم آفتابی میشید. پس واقعا به چه دردی میخورید وقتی قراره الان اینجا باشید؟ با صدای ماشینی که در تاریکی میستد، سیلویا ناخودآگاه به سمت ماشین برمیگرد. نور چراغ اتومبیل لحظه‌ای به سمت تماشاگران می‌تابد. با بسته شدن در ماشین، سیلویا مردی را می‌بیند با پوشش کت و شلوار و کلاه مشکی و کیفی در دست. به سمت روشن صحنه نزدیک می‌شود و می‌ایستد. صدای ماشین دور می‌شود. مارتین کنار خیابان، چشمش به کتاب‌فروشی آن سوی خیابان می‌افتد. مارتین مردد است. به اطرافش نگاه می‌کند، بعد یک گام به فروشگاه نزدیک می‌شود. او با احتیاط به سمت کتاب فروشی می رود. مارتین هنوز در حال شوق است که سیلویا دور از چشم او از ظل کناری با بنری که در حال لوله کردن آن است به داخل مغازه می پیچد. مارتین با دیدن ناگهانی زن تلاش می کند تا دوباره به ژست شق و رق قبلی برگردد. سیلویا با زدن چوبی به ردیف کتاب ها خاک آنها را می گیرد و گاهی با گوشه چشم حرکات مارتین را دنبال می کند. مارتین عرض ادبی می کند. زمونه غریبیه. توی این شهر بلا تکلیف چه چیزایی که آدم نمی بینه. هیچ کس جرأت نمی کنه پاشو از خونه بذاره بیرون. بعد چشمت می افته به یه کتاب فروشی توی خیابون 12 اودئون. اونم در قلب پاریس. اعتراف می کنم فرهنگ در اینجا پرچمش بالاست. همه این کتاب ها نشونه یه فرهنگه. گمونم این کتاب فروشی متعلق به شما باشه.
درست تشخیص دادم بانوی محترم؟ بله آقا درسته. مگه جناب عالی کسی دیگه ای هم به جز من اینجا میبینی؟ آه نه 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 کسی رو نمیبینم. اما از این بهتر نمیشه تصور کرد. یک زن تنها که میشه مدافع فرهنگ و چهرش. چهرش که به نظرم کمی آشنا میاد. من شاید شما رو یه جای دیده باشم. نمیدونم. آه های کتابایی میبینم که واقعا نایاب هستن و بعضی هم ممکنه خطرناک باشن. هر کدوم از این کتاب ها تلاش میکنن با آدم حرف بزنن. هر کدوم شخصیتی دارن. چه فروشگاه قشنگی دارین. اینا منو به خاطرات دوری میبرن. مکان باشکوه یعنی همین خانم محترم. من اصلا اجازه ندارم بیشتر از این حرف بزنم. عذر خواهم. آقای محترم ببخشید، شما چند لحظه پیش داشتین دنبال کتابی میگشتین درسته؟ ها اینو میشد از حالت شما حس کرد، اما خب یه دفعه میذارید میری. اگه واقعا آدم گشتن هستید پس چرا نیمه کاره رهاش میکنید؟ اگرم اینطور آدمی نیستید پس بهتره که زودتر برید و به کارتون برسید. خوش آمدید. میدونید چیه؟ من تازه به شهر شما رسید. مطمئن باشید خیلی زود به اینجا بر میگردم. مارتین از کتاب فروشی دور میشود. ناگهان صدای هواپیما و انفجاری در نزدیکی شنیده میشود و منجر به تغییر حال مارتین میشود. او میایستد تا تصمیم جدیدی بگیرد. مارتین برای پناه گرفتن به کتاب فروشی بر میگردد. آه شما چه زود برگشتید؟ فکر میکردم که خیلی دور شدید. میدونید خانم محترم، درست گفتین، من خیلی زود برگشتم. کمی مضحک به نظر میرسه چون ما با هم خداحافظی کرده بودیم. البته من قصد نداشتم بیشتر از این حرف بزنم، اما این کتاب فروشی شما منو به زمان دیگه برده. دوره کودکی خاک خورده، زمانی که همون ماکس دست منو میگرفت میبرد کتاب فروشی، جایی مثل اینجا. توصیهاشو قشنگ یادمه، اما خیلی چیزای دیگه هم از یادم رفته. اون موقع سینه من پر بود از سوالای کوچیک و بزرگ. هی دوست داشتم بپرسم، بپرسم و بپرسم این چیه اون چیه و چه معناهایی تو خودشون دارن. پشت سر هم از عمو ماکس سوال میکردم. اون وقت عمو شما هم به سوالاتون جواب میدادن؟ آه بله 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 جواب میدادن. خیلی با حوصله هم جواب میدادن. به جرات بگم که این خصلت باعث شد که به پرسجو کردن زیاد از حد مبتلا بشم. مبتلا بشی؟ پرسیدن که خوبه. خاطرات شیرین رو الان به زبون آوردی. اون خاطرات فقط شیرین بودن، اما تلخی ها بعدن شروع شد. پرسیدن شد شغل من، شغلی که دیگه دوستش ندارم. من چی دارم به شما میگم؟ انگار شما رو سالهاست میشناسم. حرفای زدم که نباید میگفتم. ممنونه. میدونید که هرچند خیلی ها الان حسرت جایگاه منو دارن. خب شما لحظه‌ای که داشتید خدافیسی میکردید یه جمله گفتید که خیلی غریب بود. من؟ بله. من چه چیزی گفتم؟ درباره چی بود؟ چیزی به ذهنم نمیرسه. چرا اینقدر نگران شدید؟ آروم باشید. خب گفتید که بیشتر از این اجازه ندارید حرف بزنید. من این جمله رو نمیفهمم. اجازه از کی ندارید؟ چی دارید میگید شما؟ من اجازه ندارم؟ اگه شما اینطور شنیدید من منظورم اصلا این نبوده. خب به هر حال اینو میدونید. خیلی خوبه که آدم ها بزرگ میشن. اون وقتی که برای حرف زدن از کسی اجازه نمیگیرن. چون که رشد کردند و بزرگ شدن. بله بله قطعا لازم نیست اجازه بگیرن چون که رشد کردن و بزرگ شدن. خب هر آدمی آزادانه حرف بزنه. آره آزاد حرفهای درونش رو بزنه. طبیعتا منم آزادم حرفامو به هر کسی که خواستم بزنم. ببینم شما خسته نمیشید اگه من بخوام بازم از خاطرات کودکیم بگم؟ آخه شما داشتین جمع و جور میکردین. نه 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 مطلقا بفرمایین. البته میدونید چهره شما برای من آشناست، انگار که شما رو چند سال پیش دیدم.
شاید موقعی که فروشگاه کوچیکی توی خیابون دو بیترن داشتم. بله، گمان میکنم شما رو اونجا دیدم. 7-8 سالی از اون دیدار کوتاه شاید هم بیشتر گذشته. یادتون میاد؟ حتی شاید نشسته باشیم و گپی هم با هم زده باشیم. نمیدونم، شاید من اون فروشگاه هم رفته باشم و شما رو دیده باشم. شما هم مثل من حافظه قوی دارین. اما مثل این که شما چیزی به خاطر نمیارین، یا اینکه خب نمیدونم، شاید نمیخواید دربارش حرفی بزنید. یک باره صدای خسته و سرگشته یه زن جوانی به گوش میرسد که در حال عبور از جلوی کتاب فروشی است. چه بلاهایی داره سرم میاد. عزیزترین کس منو بردن. آلن من، آلن، تو الان کجایی؟ امشب تو رو کجا میبرن؟ آلن، دیگه وقتشه بیای خونه، سورپرایزم کنی. سورپرایز؟ یعنی نمیخوای برگردی خونه خودت؟ ولی من میخوام بازم پیشم باشی. میخوام قشنگ ببینمت. ببین، هوا تاریک شده. میبینی چه ظلمتیه؟ یه از پنجره نگاه کن. دیگه باید بیای خونه خودت. من منتظرتم. منو هیچ وقت تنها نذار. هیچ وقت تنها هم نذار. آلن کجایی؟ پس چرا جوابمو نمیدی؟ بگو تو کدوم خیابونی؟ تو کدوم خونه هستی؟ آلن، این کی بودش؟ چرا اینقدر آشفته؟ جولیت یه جورایی هم محله ما حساب میشه. کاش یکی بود پیدا میشد و بهش کمک میکرد. من که تا این لحظه هیچ راهی پیدا نکردم. البته میشه، مطمئنم یه راهی پیدا میشه. یعنی یه کسی که راهشو بلد باشه که چی کار کنه. متاسفانه ما سراسر امروز نتونستیم کاری انجام بدیم. خیلی تأسف آوره. بله، تأسف آوره. شما کجا رفتین؟ ببخشید، میخواستید از کودکیتون چیزی بگید؟ مارتین از پشت قفسه سرک میکشد. بله خانم، درسته، کودکی من. اون وقتا که من بچه بوده، بچگی، نه، یکم که قد کشیدم و بزرگتر شدم، اون موقع افکار آدم ها برام مهم بود. هرچی که این تو هستش، این تو، این که من بتونم از اونها چیزی یاد بگیرم. این یه خصلت معصومانه است که آدم فقط بخواد یاد بگیره و حرفای طرف مقابلشو خوب بشنوه. ما وقتی بزرگ میشیم، میدونید آقا، تدریجا گنگ میشیم. به جای اینکه بیشتر بفهمیم، گوشمون خاصیتشو از دست میده. به جایی که دیگه حرفا رو نمیشنویم، یعنی صداها رو اصلا تشخیص نمیدیم. چه خوبه که شما حرفای منو خوب میشنوید. خیلی دوست داشتم این خاطرات کهنه رو بعد این همه سال به کسی تعریف بکنم. من خوش میدم، بفرمایید. من اون زمان فقط دلم میخواست آدمای بزرگ و اهل فکر رو بشناسم، نه اینکه فکر کنید بخوام اطلاعاتی ازشون بگیرم و نقشه‌ای براشون داشته باشم. نه هرگز. شما گفتین معصومانه، منم از همون آدم نازنین سوالاتمو معصومانه میپرسیدم. یعنی عمو مارکس؟ بله عمو مارکس صبر و حوصله عجیبی هم. من کنار اون انسان از خیلی چیزا میتونستم خبردار بشم. دوست داشتم توی خیابونا کوچا گشت بزنم. فقط برام کشف مجهولات مهم بود. حاضر بودم ساعتها یه جا بیستم، ساعتها کتاب بخونم، ساعتها نخوابم. واقعا چه لذت عجیبی داشت وقتی که به اون خاطرات برمیگردم. و حالا من در این سن و سال حسرت اون موقع ها رو دارم. کجا رفت دوره شوریدگی من؟ حس میکنم شما دوره خوبی رو سپری کردید. مطمئنم که بازم دوست دارین اون حالت رو دوباره تکرار بشه. خب پس تکرارش کنید، ادامهش بدید. چه جمله دلپذیری گفتین. تکرارش کنید، ادامهش بدید. بله، مجبورم بگم که حرفاتون تأثیر عجیبی داره.
اما توان برگشت هست؟ بله که هست. چرا نباشه؟ همیشه هست. نه 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 هرگز. اینو بدونی من اون گذشته رو خیلی وقت از دست دادم. الان شب و روز من با یه چیزای دیگه اشغال شده. حالا هیچی منو راضی نمی کنه. هیچی. بگذاریم از این حرفا. میدونید من با زیاده روی کردم. تمنا میکنم هرچی امشب از من شنیدید همه رو از ذهنتون پاک کنید. همه. چرا؟ خب شما با من خیلی فرق میکنید. کار شما با کلمات خوبه، با کتاب های قشنگه. گفتم که شما دیگه تبدیل شدین به یک مدافع فرهنگ، مدافع نترس مثل جاندار. سطح شما دیگه تو سطح امثال مثل من نیست. جای انسانی مثل شما اون بالاست خانم محترم. من یکی قدر شناس شما هستم با. خوشحالم که هنوز اینجایی. پس شما یه 10 سالی هست که اینجا کتاب میفروشین، درسته؟ بله، درست تشخیص دادید. خیلی وقت من اینجا. در ضمن از حسن نیت شما هم سپاسگزارم. بسیار خوب خانم محترم، قطعا مشتریان زیادی برای خرید کتاب به شما مراجعه میکنن. آدم های اهل فکر، اهل فرهنگ. منم یه آدم اهل فرهنگم. باور بفرمایید راست میگم. بله، از کودکی و نوجوانیتون کاملا مشخصه. پوزش میخوام. زیر کتتون چیز غایب کردی؟ نه چیزی نیست، مربوط میشه به این کمربند. انگار کمی ترسیدین. ادامه بدین لطفا، ادامه بدین. نه ترسم ریخته. اما شما چرا از ترسیدن من یه جورایی خوشحال شدید؟ به وجد اومدید. مگه ترسوندن آدم ها چی نصیبتون میکنه؟ میدونی چیه؟ خیلی ها هنوز به ماهیت ترس پی نبردن. هرچی بیشتر بترسونی کارت بهتر پیش میره، راحت بازتر میشه. اما این که انسانی نیست. صدایی شبیه زوزه گرگ از دور به گوش می‌رسد. شما هم شنیدین؟ صدای گرگ بود. صدای گرگ؟ صدای گرگ. اینجا قلب شهر پاریس خانم. گرگا که تا اینجا نمیتونن بیان. شاید هم اومده باشن. شاید هم رسیده باشن اینجا. کار گرگا فقط دریدن و کشتنه. آه من خیلی دل با پس این زن شدم. جولیت عزیز من، من باید برم سراغش. میدونید فکر کنم از این طرف. نگران نباشید خانم، نگران نباشید. اصلا نگران نباشید. تازه این شهر امن شده، خیلی بهتر از قبلش. من این حرفای وارونه شما رو اصلا نمیتونم تحمل بکنم. چطور حاضرید شما این حرفا رو بزنید و به چشم آدم نگاه کنید؟ بذار بگم قضیه چیه. شما همه چیزو بد تحلیل میکنید. اینجا همه خاک گرفته و قدیمی فکر میکنه. کسی نویسنده ی آوانگاردی مثل جیمز جویس رو نمیشناسه. کسی همین وی نمیشناسه. این عادی بودن اصلا خوب نیست. گاهی لازمه یک ملت تو مسیر سختی بیفتن، حتی کشته بدن، خرابی بدن تا دروازهای پیشرفت به روشون وا بشه. مثل ارتشی آزادی بخش داوطلب بشن تا آینده ای طلایی به یک کشور هدیه کنن. شما اگه این مفهوم رو درک کنید همه این صداها و انفجارها براتون دلپذیر میشه. چه حرفایی. تحلیل شما از اوضاع ما خیلی عجیب و غریبه. از جویس عزیز اسم بردید، حتما چیزی ازش خوندید. ما اینجا برای اولین بار توی کل دنیا کتاب اولیس این نویسنده رو چاپ کردیم. جویس خودش اینجا نیست، اما افکارش تو همین خیابونه. این یک سند روشن نیست. گفتن دردهای آدم‌ها با ادبیات آوانگارد. میخوایی چند خط از کتابشو براتون بخونم؟ ناگهان صدای توپ جنگی به گوش میرسد. چی خبره اون طرف؟ نه ترسید خانم، این توپ جنگی با شما کاری نداره. داشتیم از یک نویسنده پیشتاز حرف میزدیم. شما میخواستید چیزی بخونم؟ بله از کتاب اولیس میخواستم بخونم براتون. سراپا گوشم خانم، از اولیس برام بخونم، من لذت میبرم. پس خوب گوش کنید.
آخرین وداع بی نهایت تأثرآور بود. از بلندی های دور و نزدیک صدای ناقوس مرگ پیوسته می آمد و همه را به تشییع جنازه فرا می خواند. در گوشه و کنار محلی غم زده ده ها طبل پوشیده در نمد بود که صدای توپ های جنگی آنها را قطع می کرد و ندای شوم سر می داد. غرش رعد و برق که این صحنه مرگ بار را روشن می کرد گواهی می داد که صداهای سنگین تنین فرا طبیعی خود را به این منظره مخوف گستردند. از پهنای آسمان خشم بارانی سیلاسا بر سر برهنه مردمی می بارید که در آن محیط غمبار گرد آمده بودند. دسته ای از ماموران شهر دوبلین بزرگ به فرماندهی سر کلانتر شهر در میان آن جمع عظیم به حفظ نظم مشغول بودند. بسه کافی خانم محترم، کافیه، دیگه نخونی. پوزش میخوام، ولی در لحن شما هم چیزی هست که برای من تداعیگر یه خاطر است. اون مسافری که 10 سال پیش اومد و این کسی که امشب اومده کدوم شما هستید؟ البته امیدوارم من شما رو با حرفام ناراحت نکرده باشم. خانم محترم، این طبیعه که آدم ها موقع حرف زدن لهجه‌ای هم داشته باشن. حتی من این قضیه رو تو صدای شما هم حس کردم، اما به روی خودم نیاوردم، پرسشی هم نکردم، چون تصمیم دارم با پرسجوی زیاد از مردم مقابله کنم. من بیشتر عاشق شناختن آدم ها بودم و هستم، همیشه این بوده خاصه یه درون من. حالا هم سعی میکنم در خدمت مردم باشم. تا من تو این خیابون اودون هستم خانم محترم، به شما هرگز صدمه این نمیرسه، چون من هم یک فرهنگ دوستم. البته مسئولیتم به دوشم هست، اما مطمئن باشید که من وفادار به یک نظام آزاد و پیشرو هستم. خیالتون تخت باشه، روزهای آتی منو بیشتر میشناسید. به من اجازه بدید برم دنبال جولیت تا شما چند تا کتاب و برق بزنید، من میرم و برمیگردم. سیلویا علی‌رغم میل مارتین شالی به شانش میاندازد و دور میشود. مارتین با خودش در جنگ است. او با اهریمن درونش کلنجار میرود. صدای گفتگویی در گذشته او را از جا بلند میکند و با حسرت به آن گوشیده میزند. خیلی کار خوبی کردید آقای محترم که به این مکان اومدید. میدونید تا یه بازدیدی از فروشگاه ما داشته باشید. تا شما چند تا کتاب بخونید، چون اینجور که معلومه آدم باهوشی هستید. میدونید به جای رفتن به جای تفریح پاریس، شما اومدین اینجا. بله. چه هدیه بهتر از این میتونه باشه؟ بله. توی این دنیا ملاقات با خانم با فرهنگی مثل شما یه افتخار فراموش نشدنیه. خب میدونید من نمیذارم همینجوری دست خالی از اینجا برید. لطفا تقاضای من رو رد نکنید. نوشیدن یک قهوه داغ با شکلات تازه سفر رو براتون دلپذیر میکنه. من شکلات داغ دوست دارم. در حالی که مارتین خیره به نقطه ای شده و غرق در خیالات شیرین است، سیلویا با ناامیدی از نیافتن جولیت با قدم‌های سنگین برمی‌گردد. مارتین یک بار متوجه حضور سیلویا می‌شود و با جدیت و عقل به سیلویا می‌نگرد. باشه قربان، هر چی که لازم دارید از من بپرس و جواب میدم. لطفا تعارفم بذارید کنار. شما می‌خواید از من فقط اطلاعاتی بگیرید برای اون پازل‌هایی که ساختید، اما اون پازل ها هر چقدر هم کنار هم چیده بشن هیچ کدومشون دیگه من نیست. نه اصلا من اینو از شما نخواستم. برحال منم یه انسانم مگه نیستم؟ این که منم مثل دیگران عاشق میشم، دل بسته یه کتاب ها میشم، مثل کسانی که اینجا میان. منم اومدم اینجا کتابی پیدا بکنم و از شما خریداری کنم خانم محترم. اینم شک داری؟ شما میتونید کمک کنید تا من از شک در بیام. میدونید من شما رو آدم پرتلاطمی میبینم، یه چیزایی شما رو آزار میده. البته الان وقت این حرفا نیست، بگذاریم. من کارای زیادی دارم،
باید برم جمع جور بکنم، اونم تو این تاریکی. از چی میخواستین حرف بزنین؟ واضح‌تر حرفتونو بگین. گفتین من آدم پرتلاطمی هستم. بله بله، چیزهایی در شما بوده که حالا نیستن و این مسئله شما رو آزار میده. الان همه اونا تخریب شدن. این حال ناگوار شاید در زمانی طولانی اتفاق افتاده باشه. خدایا من، شما مثل این کفمینا پیشگوها داریم با من صحبت میکنیم. تخریب؟ چه تخریبی ممکنه در وجود من رخ داده باشه؟ ببینید، من یه چیزی میگم، ناراحت نشید. من شما رو کامل نشناختم. دومین یا سومین باری که با شما برخورد میکنم. خب اینجا چی کار میکنید؟ توی خاک کشوری بیگانه چی کار میکنید؟ شگفت زده شدم از این پیشگویی. اینو بدونین که من هیچ وقت توی عمرم دروغ نگفتم. اما ماکس به من یاد داده که همیشه انسان راستگویی باشم. بله درست گفتین، من یه فرانسوی نیستم، اما یه ماموریت بزرگ باعث شده که افتخار ملاقات دوباره شما رو پیدا کنم. پس یادتون اومد که منو سالها قبل دیدید و شما از آینده تلاییدید که خاطرات گذشته بعضیشون شیرینه، اما بعضی هم آدم آزار میده. درست میگین شما. احساس میکنم با شما که حرف میزنم مجبور به اعتراف میشم، چون با شما تیک خاطره ای دارم که برام ابدی شد و دارم درد اون رو تحمل میکنم. مثل خاطراتم با عمو ماکس، اون فکرها، اون آمال و آرزوها توی سینم، اینجا، همشون اینجا دفن شده. از مراسم خاک سپاری اون چیزهای قشنگ سالهاست که میگذره. من الان بدون اونا هستم. همه یه تیک خاطر با شما هنوز زنده. دیگه اون خاطره رو ادامه ندید، نمیخوام بشنوم. حالا کی به شما گفته اینجا بیایید و این همه مصیبت به بار بیارید؟ بچه ها رو بکشید، مردا رو از زناشون جدا کنید، ببرید جایی که هیچ کس از اونها خبردار نباشه. این بارم انگار من زیاده روی کردم. نبایستی با یک مقام آلمانی اینطوری حرف میزدم. پوزش میخواید؟ از من پوزش نخواهید خانم محترم. ما برای نجات شما مردم تا اینجا اومدیم. کاش به این حقیقت پی میبردیم. البته بعدا همه چیز برای شما روشن میشه که ما الان در حق شما چه خدمتی داریم میکنیم. در حق شما که گفتید یعنی حق ما؟ شما حق رو چطور تعریف میکنید؟ خب از این کتابا میتونید کمک بگیرید. مارتین با شنیدن صدای مردم نگران اوضاع می شود. می خواهد دست به اسلحه ببرد و برخی از جوانان را نشانه بگیرد. نه 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 نه، آروم باشید. آروم باشید، این بچه ها به شما صدای میمی نمی زنن. اصلا به شما کاری ندارن. اون زن آشفته رو دیدی؟ دیدید که چطور داشت زار می زن؟ چرا نمی تونه حقشو بگیره؟ شما داد از حق مردم زدید. همسر اون زن مگه چی کار کرده بود؟ من شاهد بودم. همینجا جلوی چشمام شاهد بودم. اون آدم عشق به وطنش داشت. این گناهه؟ جلوی چشمای جولیت گرفتن و بردنش. تا حالا هم معلوم نشده کدوم خراب شده ای بردنش. ای کاش قدرت داشتم که آزادش کنم تا حال این زن خوب بشه. شما باید بدونید اون مرد الان کجاست. من اطمینان دارم که شما خبر دارید آلن رو کجا بردن. درست میگم قربان؟ بس کنید لطفاً. اون مرد حتما جرمی مرتکب شده که بازداشتش کردن. اون جرم باید خیلی سنگین باشه. گویا مشتاقید بدونید که جرم اون مرد چی بوده. و میگم خدمت شما. لطفاً به دقت گوش کنید. اگه کسی پیش شما پرچم میهن خودشو بلند کنه، شما این اقدام رو جرم حساب میکنید؟ توی خاک خودش، کشورش فریاد بزنه بگه زنده باد خاک میهنم، زنده باد فرانسه، زنده باد آزادی، شما این کار رو جرم تلقی میکنید؟ به واژه آزادی قسم، اگه ما بتونیم از این وضعی که شماها برامون درست کردید زنده بیرون بیاییم، خداوند و شبانه روز شکر میکنیم. شما واقعا درباره ما چی فکر کردید؟ به من گفتید که تا به حال دروغ نگفتید، پس لطفاً حقیقت رو بگید. منظورتون از حقیقت دقیقاً چیه؟ شما گفتید که ما برای خدمت به شما اینجا اومدیم و بعداً شما میفهمید که چه خدمتی کردیم. اگه شما اینو چند لحظه پیش نگفتید. بله 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 درسته. خدمت به شما مردم فرانسه
هدف اصلی پیشوای بزرگ و ارتش آلمان هستش. گفتید که نجات شما از این منجلاب در دست با کفایت ماست و اینکه شما همگی داشتید غرق می شدید. شما داشتید اینجا خفه می شدید. ما رسیدیم که نجاتتون. نه 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 خانم محترم، نه نه، من به هیچ وجه اینطوری نگفتم. حرفای یک افسر نازی رو تعریف نکنید خانم، این میتونه برای شما بسیار گرون تموم بشه. به راحتی آب خوردن. ممکنه حبس سنگینی انتظار شما رو بکشه. اینو که میفهمی. من اینا رو خب نگفتم که شما اینطوری تعبیر کنید. من یه چیز دیگه ای میخواستم بگم. منتظرم بشنوم چی میخواستیم بگی؟ خواستم بگم هر حرفی که آدم میزنه باید منطق داشته باشه تا طرف مقابل اونو بپذیره. درست میگم قربان؟ ناراحت نشید از این حرفا. چرا شما سعی میکنید برای من هی جور بتراشید؟ من غالبا نمیخوام این کتاب فروشی از دست بره. اینجا رو من با خون دل نگه داشتم. رفتن خیلی راحت، اما من میخوام اینجا بمونم. آخه کتاب فروش، خانم کتاب فروش محترم، من هرچی به شما گفتم عاقلانه بود. کمی به اون حرفا فکر کنید. بچه که نیستی، آدم اهل فکری شدی. شغلتون انتشار اندیشه است. اتفاقا حزب ما توصیه های مهمی در این باره داره. در سراسر سخنرانی اون مرد بزرگ اندیشه موج میزنه. موج میزنه؟ آه میتونم یه چیزی بپرسم قربان؟ دیگه چی میخواید بگید؟ خب میدونید، خواستم بگم که کاش که شما فقط پای صحبت یک نفر نشینید. البته حرفای ایشون ارزشمنده، اما فقط و فقط ایشون که توی دنیا سخنرانی نمی کنید. سخنران به درد بخور زیاده، فقط یکم جستجو نیازه. اگه شده فقط 10 دقیقه، 10 دقیقه قربان به حرفای اونا گوش بدید. اونها هم حرفایی برای گفتن دارن که میتونن آدم رو چند قدم جلوتر ببرن. حالا منظورتون رو فهمیدم خانم محترم. شما از قدرتمندانی مثل روزولت، چمبرلین و استالین حرف میزنید. البته اگه برای اونها قدرتی هم مونده باشه. لحظه ای انگشت سیلویا لای قفس گیر میکند و اظهار درد میکنه. اتفاقی براتون افتاد؟ نه خیر، هنوز اتفاقی نیفتاده. منظور من از سخنرانا اصلا قدرتمندها نیستن. اشتباه شما همینجاست. پس لطفاً واضح بگید که منظورتون چه کسانی هستن. بله حتما میگم، فقط یک سوال. چرا وقتی بحث سخنران پیش میاد شما فقط به یاد صاحبان قدرت میافتید؟ خیلی بده قربان، باشم پوزش میخوام که اینو میگم. شما پشت سرم دارید به من توهین میکنید خانوم. باش، ایرادی نداره، فقط منظورتون رو بیان کنید. منظورم کسیه مثل خب کیو بگم که شما بشناسیدش. آزاد هستم که بیان کنم؟ بازم میگه آزاد هستم بیان کنم. خب معلومه میتونید بیان کنید. شما آزادید که ابراز عقیده کنید. ما واقعا معتقد به آزادی بیان هستیم خانم. حرف بزنید لطفا. منظور من دقیقا کسانی هن که به اونها میگن روشن فکر. آزادم که از روشن فکر را حرف بزنم. بله قطعا. ما هم در آلمان روشن فکر زیاد داریم. و از همه مهمتر اون که اون روشنفکرها قدر کشور قدرتمند خودشون رو بهتر میدونن، حتی بهتر از ما نظامی ها. برای اهداف بزرگ حزب هر کاری که از دستشون بر بیاد انجام میدن، حتی حاضرن جون عزیزشون رو فدا کنن. پوزش میخوام. من با این حرفا مشکل اساسی دارم. شما باز هم اشتباه کردید قربان. اینهایی که گفتین اصلا روشنفکر نیستن. منظور من اصلا مهره‌ها نبودن. دیگه نمیخوام در مورد این داستان صحبتی بکنم. خب شما آزادانه خیلی چیزا گفتین و نثار من کردین. حرفتون رو کامل کنین. روشن فکر آدم یکی از تاریکی حرف میزنه قربان. اون اصلا بلد نیست از کسی تعریف و تمجید کنه. فقط بلد از یک ظلمت غلیظ حرف بزنه و دردها رو نشون بده. هرچی که توی این کوچه و خیابون میبینه یا زیر سقف خونه ها. کی از اون دردها خبر داره؟ اگه کسی هم خبر داشته باشه جرأت نمیکنه بیانش کنه. روشنفکر جماعت ملاحظه هیچ مقامی رو نمیکنه. حرفش رو میزنه.
روشن فکر حق رو جور دیگه ای تعریف میکنه و پای حرفشم می ایسته قربان. البته حسن ده که خوب بلدن ادای روشن فکر رو در بیارم، اما مقصود من یک روشن فکر واقعی بود، کسی مثل هموطن رنجیدی که شما. حیف که اسم مردن ازش جرم محسوب میشه. کی؟ اسمشو حتما باید بیان کنید، برای شما جرم محسوب نمیشه. من افسر عالی رتبه هستم، راحت پیش من نامشو ببرید. ما ایم که تعیین میکنیم چه اقدامی برای کی جرمه و برای کی نیست. بگی نترسین اسمشو لطفا بگی. شما دارید منو تحت فشار میذارید قربان. نه خانم محترم، اسم اون روشن فکر آلمانی رو بگیم. خب آلبرت آینشتاین. چی گفتین شما؟ آینشتاین؟ بله. آلبرت آینشتاین؟ بله. من دارم چی میشنوم از شما؟ اون که یک مجرم خائنه، خائن به وطن خودش و خائن به جهان بشری. اون آدم خطاکار بدبختانه خودشو به اردوگاه دشمن فروخت تا از کاروان شکوهمند یک ملت سرفراز جا بمونه. کاروان بزرگی که نام بلندی داره و همه ما به اون افتخار میکنیم. رایش سبوم! احتره دیگه بحث رو ادامه ندید قربان. این برای دومین باری که از شما میخوام ادامه ندید. شما خیلی خوب میتونید از کلمات استفاده کنید. جای تبریک داره قربان. دارید منو مسخره میکنید؟ من چه نیازی دارم که شما رو مسخره کنم؟ فقط میپرسم آزادی واقعی کجاست؟ خواهش می‌کنم یه خورده فکر کنید. به همون اندیشه و نمیدونم آینده طلایی که دوست دارید هی اداش کنید، برای یک ساعت هم که شده با خودتون خلوت کنید. دور از این تبلیغات که آدمیت آدمو خراب میکنه. مطمئنم اگه یکم فکر کنی به حقیقت قضیه میرسی. البته باز هم پوزش میخوام، انگار من زیادی حرف زدم. مارتین پشت میکند و سیلویا نفس عمیقی میکشد و سعی میکند هر چه زودتر به داخل فروشگاه برود. مارتین گویا چیزی یادش آمده باشد، فوراً سیلویا را صدا میزند تا درباره کتابی که به دنبالش است با او صحبت کند. سیلویا لحظه ای نیستد. مارتین به اشتباه تصور میکند که کتاب مورد نظر را میخواهد به او تحویل دهد، اما دوباره آن را داخل قفسه میگذارد و مارتین دست خالی برمیگردد. راستی خانم محترم، یه لحظه بایستید. درباره یک کتاب میخواستم از شما بپرسم. خیلی دنبالش گشتم. کتاب بیداری فینیگان ها. نویسندش همین جیمز جویسه. بانوی کتاب فروش، توجه داریم به خواسته من؟ من دارم به شما دستور میده. خانم محترم، اینو بدونی خانم که من هم از یک خانواده بزرگ هنری هستم. عمو ماکس من اولین کسی بود که در برلین کمپانی ضبط موسیقی تأسیس کرد. اسم کمپانیم اتفاقا اودئون بود. اودئون مگه اسم خیابون شما نیست؟ شنیدین چی گفتم خانم کتاب فروش؟ یا اصلا متوجه نیستین من چی میگم؟ حواستون کجاست خانم؟ وقتی من حرف میزنم نباید حرکت کنین. این توهین به یک مقام عالی نظامیه. مارتین اسلحه‌اش را به دست میگیرد و میخواهد با شلیک گلوله به سمت داخل کتاب فروشی خشمش را خالی کند، اما با دیدن دوباره جولیت که در برابرش ایستاده شرمسار میشود. میایستد تا به سمتی حرکت کند که سرود کره مقاومت به گوش میرسد. سیلویا از پنجره سرک میکشد. جولیت را میبیند. سیلویا پس از رفتن مارتین به سراغ زن میرود و مهربانانه میخواهد او را به داخل کتاب فروشی راه نمایی کند. پرده دوم. صدای موج رودخانه سن پاریس از سمت چپ کتاب فروشی شنیده می شود. سیلویا شالی آبی رنگ بر دوش، زمزمه ای زیر لب دارد و با لحنی نوستالژیک و عاشقانه به امور فروشگاه می رسد.
در این لحظه یک مشتری کتاب از دور پیدایش می شود. با بیرون آمدن سیلویا، ژاک به زن ادای احترام می کند. صبح خیر مادام. صبح شما بخیر. به این مکان خیلی خوش اومدید. فکر میکنم خیلی وقته که افتخار ملاقات با شما رو پیدا نکردم. بله بله، حدس شما درسته. بنده اهل این منطقه نیستم، از جای دوری میام. هرچی فکر میکنم یادم نمیاد این فروشگاه زیبا رو دیده باشم. من از اون طرف میام، منطقه 11. در این لحظه مارتین این بار با لباس فرم نظامی در حال گشتن است. با شنیدن حرفهای سیلویا و ژاک کمی میکند تا حرفهای آنها را پنهانی داشته. جدی میفرمایی؟ بله. منطقه 11؟ بله. درست از اون طرف رود سه؟ شما باید از معبرهای خطرناکی عبور کرده باشین تا به اینجا برسین. یگانهای ویژه ی ارتش توی مسیر پخش شدن. بله بله، صحیح میفرمایید. من امروز از اول صبح حواس کردم از پل قدیمی رودخونه رد بشم بیام این طرف. چند وقتی میشه این منطقه نیومدم؟ از خواب که پاس شدم دلم هوای رفتن داشت. اول نمیتونم توصیفش کنم. راستی خرامه، به من نمیاد خطر کنم. همون نیروهای اجنبی که گفتید امروز کارشون شرم‌آور بود. خب یعنی چی کار میکردن؟ تو مسیر که میومدم داشتن پرچمای ملی رو از دست مردم میگرفتن، سر گذرا و توی مغازه هم پرچما رو جمع میکردن. این باعث شد که مردم خیلی عصبانی بشن. درگیری ها پیش اومد خانم. یعنی اینقدر از یک پرچم میترسن؟ بله بله، منم دیگه واقعا از این وضع خسته شدم باروی محترم. من توی عمرم تجربه های زیادی داشتم، میدون رو نباید خالی کرد. سفرهای زیادی هم توی زندگیم داشتم، نه اینکه تمام زندگیم و فقط اینجا مونده باشم. میگم اسم قشنگی داره فروشگاهتون. اینجا خودش مشاهیر زیادی داره، اما شما از شکسپیر یاد کردین. البته خوبم هست، گویا شما تعلق خاطر به این نابغه انگلیسی دارید. این کار شما منو یاد کسی دیگه ای میندازه. خب من توضیح میدم به شما. میدونین من زمان این تابلو رو انتخاب کردم که خب هنوز اینجا نیومده بودم. بله. اومدم که بتونم کتابامو بدون هیچ محدودیتی منتشر کنم. خواسته من این بود. ببینم، شما گفتید که به جاهای دوری سفر کردید. اینطوری شنیدم درسته؟ بله بله. خب میشه بگید کجا رفتی؟ راستش من درباره شما هیچ شناختی ندارم که از کجا به شهر ما اومدین. درسته. از شهری نزدیک اومدین یا از جای دور؟ اما من یکی از اینجا سفر طولانی داشتم به جاهای دور. یعنی من خودم هم فکر نمی کردم بتونم این همه راه برم. من از اینجا رفتم تا قاره کهن آسیا. به این سمت رفتم، نه به این سمت، مشرق زمین، قلمرو عثمانی. ماجراش مفصله. ترک ها آدمای گرمی هستن مادام. خاطرات خوبی برام مونده. البته از اونجام عبور کردم، بازم رفتم جای دورتری. سرتون رو بیش از این درد نمیارم. نه 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 نه، اصلا اینطوری نیست. من مشتاقم که بشنفم. در این لحظه جولیت پنجره طبقه فوقانی را باز می کند و با نگاهی خواب‌آلود متوجه پایین می شود. صبحتون بخیر دوستان من. صبحت بخیر جولیت عزیزم. صبحونت آماده است. خب دیشب هم که هیچی نخوردی. نه، میلی به خوردن ندارم عزیزم. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. خب عزیزه دلم، هر چی که بخوای روی میز هست، حتما بخورش. ببین امروز خبرای خوش میرسه. آمین آمین که خبرای خوشی برسه. ببخشید، ایشون خواهرتون یا دخترتون هست؟ نه
ایشون دوستم هستن، میدونین دیشب مهمون من شدن. خب داشتید از مقصد دورتون میگفتید. آه بله بله، در واقع من بیشتر به هدف یک سرزمین رفتم، به خاطر یک شاعر مخصوص این همه راه طی کردم. گفتید یک شاعر مخصوص؟ بله بله مخصوص، آدمی شگفت در حقیقت گویی، دانا در بیان راز هستی، پرسش آفرین، ریاضی دان و دوست داشتنی. در واقع بقیه جاهایی که رفتم بهانه بود، اونم خوب بودن، نه که بد باشن، نه. شما چند لحظه پیش دلیل اومدنتون به شهرمونو گفتید، من هم برای سفری که به شهر رفتم دلیل داشتم مادام. یک کتاب. یک کتاب؟ بشارید ببینم، حدش میزنم که شما توی ترن یا یه کافه نشستین و یک نفرم روبروی شما و اون کتاب مخصوص رو دستش گرفته، یا خب نه میتونه یکم صمیمی‌تر باشه، چند سطر از کتاب رو برای شما خونده، برای شما دون باشیده. برابو برابو، درست تشخیص دادین، شما زن باهوشی هستین مادام، درست زدین به هدف. بله، یه نفر آدم ناشناس، کاملا ناشناس که من اصلا توی عمرم ندیده بودمش، کتابی دستش بود، داشت میخوندش. مترجم کتابم یک انگلیسی عاشق، اسم شاعرم روی کتاب بود. اینا بودن که منو به سمتی بردن که برسم به سرزمینی کهن به نام پرسیا. هرشیا؟ منظورتون کشور ایرانه؟ بله 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 بله، درسته درسته، ایران، همون ایران. خب ببینم، اون انگلیسی عاشق مگه توی غرب زندگی نمی کرد؟ بله. خب چطور شد که شما از شرق سر در آوردید؟ یعنی سمت دیگه ای رفتین؟ درست مقابل اون مسیر شاعرتون. مشتاقم اول اسم اون انگلیسی عاشق رو بشنوم. بله بله بله، اسمش ادوارد فیتز. جرالد، ادوارد فیتز جرالد. راو مادام، شما همش دارید منو غافل گیر میکنید. معلومه کتاب رو اول خودتون میخونید بعد میدین دست ما. نه هر این خبرام نیست، میدونید بعضی از کتابا مثل ماهی لیش همچی اندست هم سر میخورن و در میرن. اتاقه بدید لطفا، مشتاقم که بشتم. فیتزجرالد خانم محترم انصافا نویسنده با سلیقه‌ایه، کتابی ترجمه میکنه به نام سروده‌های خیام نیشابوری. تکرار کنید دوستان. نیشابوری. خب ها اینجا ها اسم خوش آهنگیه. یادم اومد، من این کتابو یه زمانی تو فروشگاهم داشتم. اما اینم از همون ماهیای لیزی بود که از دستم سر خورد و در رفت. این کتاب منو بد جور درگیر خودش کرد مادام. معناهای عمیق در عباراتی کوتاه و چارپاره. گفتم که به شدت پرسش برانگیز. کلمات شاعر به جان آدم آتش میزد. به خدای مسیح منو آتش زد. کاری کرد که شوق دیدن وطن این شاعر در من شعله ور بشه. البته اون دیگه خودش اونجا نبود، قبلا چمدونشو بسته بود و رفته بود. منم رنج سفر رو به جان خریدم و رفتم تا سرزمینی رو ببینم که این انسان هزار ساله اونجا زندگی کرده. من وقتی به زادگاه این شاعر رسیدم اصلا احساس غریبی نکردم، انگار من اهل یکی از اون خونه های شهر بودم. شما که کتابش رو داشتید میدونید مترجم کتاب درباره خیام چه چیزی گفته؟ خب همون ادوارد فیتزجرالد. گفتم که متاسفانه نخوندمش، همشون به فروش رفتن.
افسوس میخورم، افسوس میخورم که حدیگه یکیشو برای خودم نگه نداشتم. پس این چند کلمه رو از مترجم کتاب گوش کنید. یه چیز عجیبی میگه مادام. خب دوست دارم بشنوم این مرد چی میگه جناب آقای ژاک هستم. بفرمایید آقای ژاک عزیز. بله، فیتزجرالد میگه نمیشه گفت سروده های خیام چیز تازه‌ای برای من داشتن، اما نکته مهم اینه که اون شاعر ایرانی جرأت بیان اون حرف ها رو داشته و من فقط اون کلمات رو به لحن انگلیسی برگردوندم که زبان مادریم بود. فقط همین. جرأت بیان حقایق. جرأت خیلی کارها میکنه جناب آقای شاه. دقیقاً. شما رو که من اینطور نترس و پرشور دیدم یاد کلمات خیام افتادم بازم. اون همیشه از حال آدم ها حرف میزنه. اینکه هیچ عاملی حق نداره شادی آدم ها ازش بگیره، چون فرصت زندگی خیلی کوتاهه. فرداست که خاک بشیم و از وجود ما گل و سبزه‌ای بیرون بیاد. اینجا شده دقت کنی خیلی دردناکه. میگه خاک ما و خاک کسایی که عاشقشون بودیم شاید صد سال بعدش با هم میشن سفال کوزه‌گری، یعنی باز هم به هم هم دیگر رو میبینیم. اما خیالتون راحت کنم بعدش باز همین کوزه میشکنه و هر دومون به باب سپرده میشیم. از ذره های خاک ما هیچ باقی نمیمونه، هیچ. ببخشید، شما میگین میمونه؟ نمی‌کنم چیزی بمونه. اما نکته اینجاست که شاعر میگه یک چیز انگار میمونه. چی؟ حضرت عشق. عشق ما هیچ وقت نابود نمیشه مادام. مگه ما همین یه مش خاک نبودیم؟ این پرسش هاست که میتونه آدم از خواب چند هزار ساله بیدار کنه. خلاصه هر سطرش آدم آتیش میزنه مادام. من هم میگم زنده باد کلمات شعله ور. بله، افکار اون شاعر شرقی منو به یاد غزلواره های شکسپیر انداخت. یاد اون چند سطری افتادم که به زبان مکبث جاری میشه. فردا فردا و فردا و فردا، پاورچین پاورچین می نوردد روزها را تا آخرین واژه دفتر عمر و دیروزهای من همه فانوسی بودند. ابلهان را در خاکراه مرگ بمیر ای شمع محتضر. براوا براوا مادام براوا. از منطقه شما چه خبر؟ بله بله، منطقه ما تقریبا از دست رفته است. به خاطر هجوم اجنبی ها جا به جا تعطیل شدن. اما اینجا انگار کمی فرق میکنه مادام. آدم هایی مثل شما پیدا میشن که ترسی از این بیرحمه ندارن. راستی شما چطور شده اینجا رو تعطیل نکردین؟ جسارت منو بخشید ها. اون بیمروبت ها ممکنه قصد سوی به وجود شما کنن. خب میدونید شاید موندن بهتر از رفتن باشه، اما شما متعلق به یه منطقه. خب چطوری بگم منطقه من چی مادام؟ متوجه منظورتون نشدم با میگیرم. نه میخواستم خدمتون بگم که منطقه شما هم آدم تماشایی داره. میدونید آدم های پرشر و شور، مکان های شلوغ، کافه ها، رستوران ها، بارهایی که توی خیابون اوبرکامپ هست، مکان دیدنی باستیل که توریست ها اونجا صف میکشن، ساختمون بزرگ سیرک شهر که کافیه خانم، کافیه. تقاضا میکنم
اینا که اسم بردین قشنگن، تماشایین، اما نه برای من. در زندگی من سال هاست که چیزهای دیگه اولویت پیدا کرده مادام. میدونین چی؟ دیدن یک زن یا یه مرد متفاوت. متفاوت؟ بله، کسی که فکر میکنه با بقیه خیلی فرق میکنه. همین کتابای شما به من میگن امروز چطوری زندگی کنم تا عقب نمونم، از چه چیزی حرف بذارم که به دردم بخوره و چطور عشق ببرزم که ابدی بشم. اما اونایی که اسم بردین مثلا همون باستیل، مگه یه زندون بیشتره؟ با دو لنگه در آهنی بزرگ، هیچی غیر از این نیست. باستیل مثل فیگور این آدم گنده هایی که نقاب ترس ناج زدن، اینطوری نیست. نه خیر از این خانم، اونجاها که اسم بردید برای من شوقی نمیاره. من افتخار دارم که در این مکان خدمت شما برسم تا جنون شما رو ستایش کنم. جنون من رو ستایش کنی؟ شما تو این چند دقیقه که با من حرف زدین جنونی از من دیدین؟ خب لطفاً واضح‌تر توضیح بدین. از شما معذرت میخوام، منظورم از جنون اینه که شما به طور معمول نرفتید گوشه عافیتی برای خودتون بخرید، نرفتین جای قایم بشین، بلکه برعکس بدون این که از قدرتی بترسید، از این جنگ و اسارت و کشتار بترسید، برای خودتون فروشگاه کتابی دارین تا در خدمت کسایی باشید که تشنه حقیقتن. پس این اسمش چیه؟ از شجاعتم بالاتره، اسمش جنون خانم. اونم یک جنون پاریسی. من دارم میبینم تو این قفسه ها شما کتاب های اینجا دارین که در مناطق دیگه جرأت نمی کنن حتی عرضه کنن. به شما باید به خاطر این جنون تبریک گفت مادام، تبریک. سیلویا در برابر سخنان ژاک سکوت می کند و به حرفهای او فکر می کند. اما لحظاتی بیش نمی گذرد که از رفتار ژاک پی می برد که او به دنبال کتاب خاصی است. ببینم شما دنبال کتاب خاصی هستین؟ درست حد زدم؟ بله درست حد زدیم. جولیت در این لحظه از کتاب فروشی بیرون می آید تا به دنبال شوهرش برد. من دارم میرم سیلویای عزیز. به خاطر پذیراییات، کمکات واقعا ممنونم عزیزم. میخوای بری واقعا؟ مراقب خودت باش، اتفاقات بزرگی تو داری. خداحافظ همگی. خداحافظ. مارتین خودش را پنهان میکنه. خب ببینم آقای ژاک، اسم کتابتون چی بود؟ من البته فکر نمی کنم کتاب رو بتونم اینجا پیدا کنم. من کتابای زیادی رو هنوز پیدا نکردم، میترسم اصلا به اون کتابا نرسم. خب یکم راهنمایی کنید، حتما اینجا هست. خب میدونید من تو این شهر یا جاهای قبلی که بودم، یعنی فروشگاه کتاب داشتم، کتابای زیادی به دستم رسیده. بله شما انگار جاهای دیگه هم بودی. بله دوست عزیز، منم مثل شما سفرهای بلندی داشتم، البته از زادگاه هم تا اینجا. منم از جایی خیلی دوری اومدم. اینطور که شما میگید خیلی دور، باید بیرون از فرانسه باشه، یه جایی در گوشه و کنار اروپا. بله باز هم دورتر. چیزی درباره نیو جرسی به گوشتون خورده؟ صبر کنیم ببینم. شما از ایالات متحده اومدی؟ راه خیلی زیادیه تا اینجا مادام. بله اونجام کارم با کتاب بود، اما میدونید آزادی کافی نداشتم اونجا. رمان‌های مدرن و با ارزش حق چاپ نداشتم، به سختی سفر کردم. با یک کشتی نامطمئن اومدم اروپا، هرچند که امیدیم به اینجا نداشتم. وضعیت تقریبا همین بود، تفاوت زیادی با اون طرف نداشت. کتابا رو به راحتی نمیذاشتم چاپ کنم. خب این شد که تصمیم گرفتم باز هم جامو تغییر بدم و به اینجا کوچ کنم. چه کار پرمشقتی.
بله. ببینم اینجا مشکلتون حل شد؟ بله بله، خوشبختانه اینجا آزادتر از ایالات متحده بودم. خب ببینم، در مورد کتابی که میخواستید به من بگید، یعنی راهنمایی بکنید، اسم کتابو بگین براتون میارم. اسم کتاب؟ بله بله آقای شاگ، اسم کتاب. میدونید من یه انبار بالای فروشگاه دارم، فکر میکنم اونجا داشته باشه. خب من اگه اسم کتاب تو خاطرم بود که به شما میگفتم، خیلی زودترم میگفتم. عرض کنم که من خب بچه چطور میخواید من کتابو پیدا بکنم؟ خب یه چیزی ازش بگید دیگه، یکم فکر کنید یادتون بیاد. خب من داشتم همین کارو میکردم که صحبتم قطع شد. این کتاب نوشته یه شخص صاحب نامیه با مادم. اسم این فیلسوف رو نمیدونم اصلا شنیدین یا نه. ایشون آقای هایدگر هستن. آقای ژاگ، یعنی شما تصور میکنید من این فیلسوف بزرگ رو نمیشناسم؟ هایدگر، مارتین هایدگر. بله بله، درست گفتین خانم محترم، مارتین هایدگر. همه مارتین رو درست تلفظ کردیم. آخه من هم مارتین هستم، مارتین اشتراوس. هر دو مارتین در سرزمین آلمان بزرگ شده. من حالا به شما خانم میگم که میان دو شخصیت چه تفاوت بزرگی میتونه ایجاد بشه. یکی وطن رو ترک میکنه و بدون توجه به افتخارات یک ملت شجاع میذاره و میره یک جای دور، و دیگری مارتین هایدگر بزرگ که میمونه تا در خدمت آرمانهای رایش سبون باشه. چی گفتین شما؟ یه لحظه صبر کنید، حقیقت این نیست که بیان کردین. هایدگر به خاطر این توی کشورش نمونده. ها؟ بسیار خوب. شما بگید که این فیلسوف با چه منطقی تصمیم گرفته در آلمان بزرگ بمونه؟ اصلا شما شغلتون چی آقا؟ دلایل زیادی داره. مثلا شاید برای این مونده که یه جورایی محیط دانشگاه را از دخالت آدمای کوتوله حفظ کنه. البته ببخشید، من شغلم معلمیه، تدریس میکنم. چی گفته؟ دخالت آدم‌های کوتوله؟ بله بله، منظورم دخالت کسایی که سواد ندارن، اما ممکنه در یک وضعیت اینچنینی بیان رئیس دانشگاه بشن، یا بهتر از اون استاد تمام دانشگاه بشن. من فکر میکنم اگر اون مرد صندلی رو خالی میکرد، یه آدم بی سواده بله قربانگو توصیه میشد تا جای اونو سریع پر کنه. البته من دارم رازگویی میکنم، ببخشید. کافیه کافیه دیگه، دیگه نمیخوام بیشتر از این بشنوم. باشه باشه، خب ادامه نمیدم. من اطلاعات زیادی ندارم، فقط میدونم که مارتین هایدگر آدم داناییه. بعیده که با اون وزن علمی بخواد خودشو به یه جایی ولش کنید. اصلا من دیگه نظری ندارم، یه مشتری کتاب که بیشتر نیستم. چرا حرفتون رو تا آخر نمیزنید؟ شما پیش من امنیت کامل دارید تا مقصودتون رو بیان کنید. من اصلا اهل این محل نیستم، ببخشید وسط ماجرا یه حرفی زدم. من یه کتاب از همین آقای هایدگر میخواستم، اما اسم کتاب یادم. خب شما داشتید راهنمایی میکردید، اون کتاب در باره چه موضوعیه؟ هایدگر واژه های سنگینی مطرح کرده مادام، خیلی جر. یکی از اون واژه ها الان یادم اومد، استعلا. بله خب این واژه به گوش من خیلی آشناست، کم توضیح بدیم. استعلا یعنی فرارفتن از جایی که ایستادی. استعلا یعنی طلب بلندی کردن، بخوای خودتو بکشی تا یک ارتفاعی. البته اصل این معنی هم به شرق برمیگرده، اندیشه ایرانی. این اندیشه ایرانی مادام چیز عجیبیه، عجیب. بله، پرسش قشنگی مطرح میکنن که چه قدرتی هست که دروازه این تعالی رو
برای ما باز میکنه. جواب میده که باید تلاش از دو سو اتفاق بیفته، همان زمین باید مجهز بشیم و هم توی آسمون یکی لازمه دستمونو بگیره. برای اوج گرفتن ما توی فرانسه بیشتر زمینی فکر میکنیم، اما اونا یک نگاه آسمونی هم به این اضافه میکنند. تعبیری که گفتید همون استعلاست؟ نه نه، بله بله، هدف استعلا همینه که بتونی بری بالا، صعود کنی از این زمین پست و پر از هیاهو. چیز خوبی به چشمم خورد، اینجا اینجا رو نگاه کنید. اگه شما بخواید سر این سکو بیسین اون بالا بخواید برید، اگه بتونید برید بالا. این حرفایی که زدید معلم عزیز، اگه هم درست باشه فقط یه چیزهای کلی عمومیه، همه قبولش دارن. ما هم در آلمان بزرگ قبولش دارن، بزرگان حزبی هم قبولش دارن. ما به گرمی طرفدار مباحث و تحقیق درباره این واژه ها هستیم، انگار که اونها فقط و فقط متعلق به ما هستن. این تعلق که گفتین، این که فقط شما برترین، مشکل ما با شما همینه، خیلی هم خطرناکه. بعدش بگم که جناب سروان مارتین، آدم ها سعی میکنن پشت واژه های خوب پنهان بشن، این اسمش تلبیسه. ما متاسفانه همیشه به دنبال توجیه خودمون هستیم، حتی کلمات رو به نفع خودمون تعریف میکنیم مادام، که اون دیگه خود حقیقت نیست، بلکه ما فقط تونستیم یه لباس شیکی به تنمون بدوزیم، اسممون رو گذاشتیم حقیقت. اما بازم میشه با این وضعیت راه و تشخیص داد، اینکه کی راست میگه و کی دروغ میگه. دو تا چشم بینا میخواد تا بتونی اونها رو بشناسی. همین کتابا شاید بتونن چشم آدم رو روشن کنن. در حالی که مارتین خشمگین از این پاسخ هاست و جوابی هم پیدا نمی کند، یک بار صدای مردم به گوشش میرسد. صحبت از کتاب شد. تو وقت زیادی برای راه انداختن مشتری نداری خانم. اول کتاب منو، بعدش به درخواست دیگران برس. مشتری فرانسوی کم نمیاری. من از دیروز نوبت گرفتم آقای ژاک. خانم محترم، اگه یادتون مونده من هم کتابی از شما خواستم که متاسفانه با بی‌توجهی شما بانوی کتاب فروش روبرو شدم. من تا اسم کتاب درخواستی ما هم دیروز گفتم، بیداری فینیگان ها. گویا من این کتاب رو یه جایی همون شاهر دادیم. آقای ژاک به اجازه بدید، خب من باید پاسخ خوب باشم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، اجازه بدید من تصمیم بگیرم تا مشکلی برای مشتریان پیش نیاد. متاسفانه کتاب درخواستی شما نایابه. چرا نمیخواید به من کتاب بدید؟ من که سابقه آشنایی با اتون رو دارم، حرف بزنید. من چه چیزی کم دارم؟ فقط یک انسانم خانم، انسانی که در قلبش عشق هم میوزه. شما در قلبتون مگه میتونید عشق هم داشته باشین؟ همه یه مساحت قلبتون پر شده از نفرت و بدخواهی. مادام گرامی، لطفا کمی آهسته تر. شما چطور شد یک بار؟ ببینید آقای ژاک، شما خیلی خوب منو توصیف کردید. من جنون پاریسی دارم. دادن کتاب به این متجاوز چه فایده‌ای میتونه داشته باشه؟ توپ زدن به یک مرده است فقط. متاسفم که درباره شخصیت شما تا این حد پایین اومدم. آب این مرده بعد از 10 سال تنها از شما یک خواسته داره، یک خواسته. اون کتاب رو به من میدید؟ یا تصمیمی خطرناک برای اینجا میگیرم که اینجا برای همیشه به خواب ابدی بره؟ باش، بسیار دستوری اجرا میکنم که این مکان برای همیشه تعطیل بشه. مارتین از صحنه خارج میشود و با یک حلقه چسب قرمز برمیگردد و به صورت ضرب در بین دو قفسه طرفین چسب کاری میکند. یه چیز مهمی یادم اومد که تو رو برای همیشه محکوم میکنه. این کاملا درسته که ما دو نفر اینجایی نیستیم. ارتش ما از اون طرف مرز اومده و شما هم از جایی خیلی دورتر. شما
ما مثل ما اینجا رو اشغال کردیم، پس هیچ فرقی با هم نداریم. حالا لطف کنید مثل آدم های آزادی خواه جست نگیریم. آقای ژاک، از شما شهروند شریف که اصالتاً فرانسوی هستین کمک میخوام تا به سوالات من پاسخ بدید. ببینید هیچ کدوم از ما دو نفر اهل این کشور نیست، درست گفتم؟ حرف منو تایید میکنید آقا؟ بله بله، هیچ کدوم از شما دو نفر فرانسوی نیستید، از جاهای دیگه ای به خاک ما اومدین. زنده باد، زنده باد مرد فرانسوی. ببینید آقای اهل فرانسه، پس چه فرقی بین من و این زن هست؟ هر دو اشغالگر این خاک، غیر از اینه؟ درسته، البته یه تفاوتایی هست. اصلا ولش کنیم، من اومدم از این بانو کتاب منم یه کتاب بخرم و برگردم به منطقه خودم. خیلی زودم برمیگردم، باید برگردم اصلا کارم. خانم محترم، شما هم اشغالگر این سرزمین هست، احساس شما رو درک میکنم. میدونم که شما هم شاید از این وضع پیش اومده احساس خوبی نداشته، اما به هر حال فرود به یک کشور چیزهایی با خودش به همراه میاره. جواب بدین. اجازه دارم حرف بزنم؟ اجازه دارین حرف بزنیم. کاملا درست میگید قربان. ما و شما هر دو بیگانه هستیم. هر دومون با خودمون چیزهایی رو به این کشور آوردیم. ما با خودمون چی آوردیم؟ با خودمون چی آوردیم؟ فرهنگ، دانش و معرفت. با خودمون جیمز جویس، هربرت لارنس، ویرجینیا وولف و همینگوی رو آوردیم. اما شما چی آوردیم؟ شما با خودتون توپ، تانک، گلوله و کشتار رو آوردید. مگه غیر از اینه میتونید انکارش کنید؟ ژاک به سمت سیلویا میرود تا او را دلداری دهد. مارتین به سمت تماشاگران میرود، اسلحه‌اش را میکشد و شلیک هوایی میکند تا به نوعی مردم را بترساند. در این لحظه جولیت با ناامیدی و التهاب پیدا نکردن شوهرش از راه میرسد و به گفتگوها میرود. این غیر ممکنه، واقعا غیر ممکنه. شما از چه چیزی حرف میزنید؟ این که یکی بخواد از اینجا بالا بره و با یک پرچم دیگه دستش بگیرن و ببرنش، من باورم نمیشه. مگه این بالا چه خبر؟ اون بالا خیلی خبر است. جرأت میخواد که اون بالا باشی. مهمون ناخوانده این آدمو نمیتونه تحملش بکنه حتی برای چند ثانیه. فقط به خاطر یه پرچم؟ یا از بالا رفتن یک آدم هراس داره؟ نمیتونم تصورش کنم. حالا من به شما آدم اشغالگر اینو نشون میدم تا حقیقت رو قشنگ بفهمید. خیلی ساده و راحت. من میخوام کار الان عزیزم رو انجام بدم. مثل الان باید برم اون بالا. جولیت ابتدا به سمت سکو می رود، اما یادش می آید که چوب گردگیری را هم بردارد تا از آن به جای علامت پرچم استفاده کند. نزد سیلویا می رود تا شال آبی او را بگیرد و با پارچه های سفید و قرمز به چوب گره بزند. این می تونه نشونه از پرچم کشور من باشه. و اینجا بالاتر از هر پرچم دیگه باید در اهتزاز باشه. جولیت به بالا رفتن از سکو می‌پردازد. ژاک و سیلویا مبهوت از حرکت او هستند. من جولیت هستم، دختر این سرزمین، و با تمام وجودم میگم زنده باد فرانسه، برقرار باد آزادی میهن. در این میان مارتین اسلحه به دست هاجرات می‌کند. صدای سرود مردمی به گوش می‌رسد. یک بار تیراندازی از جای دیگری آغاز می‌شود. مارتین دستانش را بالا میبرد تا مانع از خوردن تیر به جولیت شود. ناگهان تیری به سینه مارتین اصابت میکند. او نمیخواهد به زمین بیفتد، با دستش سینه‌اش را میگیرد اما تعادل ندارد. مارتین با تنی زخمی به سمت سکو حرکت میکند، اما دست ژاک را میگیرد و ژاک او را روی پا نگه میدارد. چه کسی بود شلی کرد؟
پرسیدم چه مقامی شلیک کرد؟ شلیک کن کدوم دیم؟ شراب به دست رو من شلیک کرد؟ نون بیرحمی شلیک کرد؟ این مرد دیگه اشغالگر نیست، مدافع میهن من شد. این مارتین عزیز فرانسه است. همیشه میخواستم با شخصی مثل اون بسنم، آینده یه روشنی برای این مرد به خاطر شما تیر خورده مادام. لطفاً پارچه ای بیارید. سیلویا.